سرخط خبرها، طالبان مدیر پیشین تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ ایران را بازداشت کردند. طالبان در عزای آزادی زندانیان در پنجشیر سلام می خواهند. تورخم در حال سقوط قرار گرفت. بحرانهای منطقه‌ای و سایه آنها بر افغانستان. مشروع خبرها، منابع محلی در هرات از بازداشت فریدون فکوری مدیر پیشین تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت توسط این گروه خبر می‌دهند. منابع میگن که استخبارات طالبان در هرات دو روز پیش فریدون فکوری را از مرکز شهر هرات بازداشت و زندانی کردند. علت و انگیزه بازداشت آقای فکوری تا کنون مشخص نشده است و طالبان در این مورد چیزی نگفتند. این در حالی است که فریدون فکوری چند پیش در صحبت با روزنامه 8 صبح گفته بود که به دلیل انتقاد از طالبان در مورد فراموشی هنر تئاتر و ساخت ساز یک مارکت تجارتی از سوی شهرداری طالبان در هرات، از سوی نعیم الحق حقانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ این گروه از مدیریت تئاتر هرات برکنار و به یک بست پایین‌تر تعیین شده بود. فریدون فکوری حدود 30 سال در حوزه تئاتر هرات فعالیت داشت. طالبان در اعضای آزادی زندانیان در پنجشیر سلام می خواهند. طالبان از گسترش مقاومت مسلحانه علیه خود در پنجشیر می ترسند و به همین دلیل روند خل سلاح با استفاده از تهدید و ارعاب ساکنان این شهر را ادامه دادند. منابع آگاه بر رسانه اندپندنت فارسی می گویند که تا یک هفته گذشته طالبان بیش از 20 تن از ساکنان پنجشیر را بازداشت کردند و در اعضای برخی از آنها درخواست سلاح کردند. این منابع آگاه که خواستن نامشان ذکر نشود گفتند که این افراد در ولایت پنجشیر و کابل بازداشت شدند و روند بازداشت ساکنان پنجشیر به بهانه‌های مختلف از طرف طالبان جریان دارد. این منابع آگاه افزودند که طالبان مدعی‌اند که برخی از کارکنان حکومت پیشین سلاح‌هایشان را به آنها تحویل ندادند و باید حالا این کار را انجام دهند. این منابع آگاه مدعی‌اند که طالبان هشدار دادند تا زمانی که سلاح‌های حکومت پیشین تحویل داده نشود افراد بازداشت شده را آزاد نمی‌کنند. نام‌های این افراد در اخطار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است، اما برخی از بستگانشان از ترس افزایش فشار طالبان علیه افراد بازداشت شده خواستند که نام آنها فاش نشود. منابع آگاه گفتند که پیشتر نیروهای وزارت دفاع طالبان در پنجشیر حضور دارند و به دلیل حضور نیروها پنجشیر به منطقه نظامی تبدیل شده است و تمام مسئولیت‌ها به وزارت دفاع طالبان واگذار شده است. هشدار وزیر دفاع طالبان به پاکستان: به همان اندازه بکارید که بتوانید درو کنید. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به عواقب اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان هشدار داد و گفت به همان اندازه بکارید که بتوانید درو کنید. او در یک نوار صوتی که روز جمعه منتشر شده گفت از رژیم پاکستان می خواهیم که با افغانها ظلم نکند، مالهای شخصیشان را نگیرد، ملکیتهای آنها را ضبط نکند، تحت هیچ قانون این کار را کرده نمی تواند. این کار مورد بازپرس قرار خواهد گرفت. با تمام توان تلاش می کنیم جلو این کار را بگیریم. آقای مجاهد در ادامه تصریح کرده است که به هیچ صورت اجازه نمی دهیم که کسی ملکیتهای شخصی برادران افغان ما را ضبط کند و آن را دزدی کند. وزیر دفاع طالبان همچنین گفت که با افغانها هنگام برگشت نیست، ظلم صورت میگیرد که باید هر چیز زودتر متوقف شود. نام برده از نهادهای بین المللی خواست تا از پاکستان بخواهند بدرفتاری با مهاجرین افغان را متوقف سازد. ملا یعقوب مجاهد در ادامه افزود اگر مهاجرین را به کشورشان باز میگردان باید به گونه بایزاد بازگردند. رژیم پاکستان هر کار را که میکند عواقب آن را بسنجد. این در حالی است پس از پایان مهلت یک ماه دولت پاکستان به مهاجران اهل افغانستان این کشور اخراج مهاجران را آغاز کرده است که واکنش‌های زیادی در پی داشته است. بحران‌های منطقه‌ای و سایه آنها بر افغانستان. افغانستان با قرار گرفتن در زیر سیطره گروه طالبان از دو سال اند قبل در سراشیبی رو به زوال قرار گرفته است. بنابر مصیبت عظیمی که بر این آب و خاک رفته است جای داشت تا خزین کشور به یکی از قضایای داغ جهان تبدیل شود، زیرا میلیون‌ها شهروند آن آواره شدند و افق‌های آینده برای ده‌ها میلیون آدمی که در داخل گرفتار آمدند مسدود شده است. اما هنوز یک سال از آن تاریخ نگذشته بود که جنگ اوکراین در گرفت و موجی از مهاجرت به مقصد کشورهای غربی برای افتاد و یکی از پیامدهایش با حاشیه رفتن مصیبت‌های مردم افغانستان بود.
اکنون با بحرانی که در خاورمیانه بر محور منازعه فلسطین و اسرائیل برپا شده است، دوباره افغانستان و مصیبت‌هایش زیر لایحه مضایف از فراموشی رفته است. مصائب انسان‌ها کم و بیش از یک سنخ است. هر جا جنگ برپا می‌شود یا فاجعه‌ای رخ می‌دهد، درد و رنجش برای هم انسان‌ها برخوردار است. وجدان انسانی دردناک و اسف‌انگیز است. هنگامی که کودکان کشته می‌شوند، مردم بی‌دفاع مورد حمله قرار می‌گیرند، خانه‌ها بر سر صاحبانشان ویران می‌گردد و رو به وحشت به زندگی جمعی حکم فرما می‌شود. هیچ انسان نمی‌تواند از کنار آن با خاطر آسوده بگذرد و درد حس نکند، مگر اینکه چیزی از انسانیت در وی باقی نمانده باشد. از این نظر هم انسان‌ها متعلق به هر دین، نژاد، زبان و منطقه یکسانند و نمی‌توان یکی را مهمتر و دیگر را کم اهمیت‌تر به شمار آورد. اما شرایط سیاسی جهان به این گونه نیست و توجه رسانه‌ها به حوادث که رخ می‌دهد یکسان صورت نمی‌گیرد. از این نظر اخلاق و حقوق بشر هنوز تا نهادی نشدن در سطح جامعه مسافتی دور و دراز در پیش دارد. با اوضاع می تواندید که مصیبت فقرا و اغنیا به یک پیمانه باثاب نمی یابد، بلکه توجه به کشورها بر پایه قدرت سیاسی و اقتصادیشان افزایش و کاهش می یابد و ملت‌ها به تناسب حساسیت های امنیتی که برای قدرتمندان و ثروتمندان ایجاد کنند می توانند نگاه ها را به خود مطوب بگردانند. افغانستان در شرایط قرار دارد که اگر با معیارهای عصر حاضر بسنجیم یکی از نکبت‌زده‌ترین جوامع دنیاست، زیرا هنوز میلیون‌ها شهروند آن از دسترسی به ساده‌ترین حقوق خود محروم و دستیابی به مزایای یک زندگی عادی عاجزند. افزون بر اینها، زیستن در فضای رعب و وحشت که حاکمان کلونی برپا کردن و بیم از دستگیری و شکنجه و حتی اعدام سایه به سایه تعقیبشان می‌کند. همچنان فقر و ناداری فرایند سبب مهاجرت گسترده مردم به خارج از کشور شده و با رنج مضاعف ناشی از آوارگی و بی‌سرنوشتی در کشورهای همسایه دست به گریبانند. با این همه اینها، رنج که امروزه مردم افغانستان گرفتار آنند دیگر وجدان کسی را گویا به درد نمی آورد و کسی را به همدردی بر نمی انگیزد و گویا چندان اتفاق مهمی نیفتاده است که نیاز باشد برای آن اقدام جدی کرد. از اهمیت افتادن افغانستان پیامدهای گوناگون برای این کشور داشته است. ساده‌ترین نمونه آن روی دادن زلزله بود که به هیچ صورت بازتاب در رسانه‌های جهان نداشت و برغم چندین هزار کشته و زخمی و با خاک یکسان شدن هزاران خانه، هیچ اقدام مهمی در مقایسه با موارد مشابه در سایر کشورها برای کمک به آسیب دیدگان صورت نگرفت. هنگامی که حادثه به این اندازه آشکارا تراژیک نتواند توجه چندان را برانگیزد، میتوان دانست که قضایای دیگر مانند محروم بودن دختران از تحصیل، محروم بودن مردم از آزادی های فردی، محروم بودن قشر سیاسی و مدنی از فعالیت آزاد و محروم بودن اقلیت های دینی، تبوری و جنسیتی از حقوقشان طبیعتاً توجهی را بر نمی انگیزد. تشکر که تا این دم با ما بودید.